بهترین بازیکن خارجی تاریخ استقلال کیست؟ در تاریخ 76 ساله استقلال تهران 49 خارجی در این تیم بازی کردند که یا خیلی بد بودن یا متوسط بودن، اما الماس‌های درخشانی هم بینشون وجود داشتن که در این ویدیو ما به معرفی بهترین هاشون میپردازیم. سلام به فوتبالی و همراهی همیشگی استقلال چنل، باز هم اومدیم با یه پست جدید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه مورد بود دیسلایک کنید و تو کامنت ها به هم بگین. دوستان جدید هم که تازه اومدید، اگه از محتوای ما خوشتون اومد میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و محتوای بیشتر از ما ببینید. بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم و میریم سراغ ویدیو. شماره 10، هوار مولا محمد. هوار وقتی به استقلال پیوست سابقه بازی در تیم پرسپولیس رو داشت و اولین بازیکن غیر ایرانی شد که در هر دو تیم بازی کرده است. 10 بازی لیگ برتری انجام داد و 2 گل زد و 3 پاس گل هم داد. در جام حذفی فقط 1 بازی انجام داد و در لیگ قهرمانان آسیا 6 بازی انجام داد و 2 گل زد و 2 پاس گل هم ثبت کرد. او سابقه بازی در تیم ملی عراق رو هم نیز داشت. شماره 9، پیر کارلو. اولین بازیکن خارجی تاریخ استقلال بود و 12 فصل در استقلال حضور داشت، یعنی از سال 1324 تا سال 1335. اگه توجه کنید میفهمید که همون سالی که به استقلال پیوست سالی بود که استقلال به وجود اومد، یعنی استقلال با نام دوچرخه سواران تأسیس شد، یعنی سال 1324. پس پیر کارلو علاوه بر اولین بازیکن خارجی تاریخ استقلال، یکی از اولین دروازه‌بان‌های تاریخ استقلال هم هست. شماره 8، گوران یرکوویچ. در 16 بازی لیگ، 2 بازی جام حذفی مخصوصا فینال جام حذفی و 8 بازی در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت که حاصل اون 9 گل و پنالتی قهرمانی تیم استقلال در فینال جام حذفی بود. البته او سابقه گلزنی به پیراهن استقلال در پیراهن تیم ابو مسلم رو دارد، ولی بعد از گلزنی به احترام هواداران استقلال اصلا خوشحالی نکرد. والا بعضی وقتا احساس میکنم خارجیامون خیلی بامعرفت تر از خیلی از ایرانیامون هستن. شماره 7، لئوناردو پادوانی. 27 بازی در لیگ برتر، 5 بازی در جام حذفی و 9 بازی در لیگ قهرمانان آسیا انجام داد. او توانست در این تعداد بازی به عنوان مدافع 2 گل هم نیز به ثمر برساند. اما متاسفانه او در جریان بازی با فولاد خوزستان از ناحیه سر و گردن به شدت مصدوم شد و از اون به بعد دیگه نتونست فوتبال بازی کنه. اون در حال حاضر تحت درمانه، ولی باز هم با مصدومیت‌هاش در مسابقات شنا اخیرا شرکت کرده و اتفاقا مدال آوری هم کرده. واقعا ماشاءالله داره این پسر. شماره 6، هروی میلیچ. مدافع چپ استقلال در 2 فصل پیش با وجود تعداد بازی کم یکی از بهترین دفاع چپ‌های ایران نام گرفت. کاش او به ماشین سازی بهترین گل او برای استقلال بود. او در دربی حذفی که استقلال در ضربات پنالتی توانست مجموعاً 6-3 پرسپولیس رو ببره 2 پاس گل هم داده بود و البته به عنوان چپ پا هم پنالتیش رو تو اون بازی گل کرد. در مجموع 49 بازی به میدان رفت و 3 گل زد و 3 پاس گل هم داد و بعد از ماجراهای او با مدیریت قبلی از استقلال جدا شد. او حتی سابقه بازی در تیم ملی کرواسی رو هم داره و الان مدتیه که از استقلال جدا شده، ولی باز هم به فکر هواداران استقلاله. شماره 5، کرار جاسم. شاید یکی از بداخلاق‌ترین بازیکن‌های تاریخ باشگاه‌های ایرانی که اگه یه خورده کمتر عصبانی می‌شد بیشتر می‌تونست تو استقلال بازی کنه. اما با این حال در اولین حضورش تو استقلال 10 تا بازی انجام داد و 1 پاس گل هم داد و در دومین حضورش در استقلال 25 بازی کرد و 6 گل زد و 11 پاس گل هم به ثبت رسوند. یه جورایی هم میشه گفت بهترین بازیکن تاریخ عراق که تو ایران بازی کرده، ولی همونقدر که فنی خوب بود از لحاظ اخلاقی بد بود. شماره 4، آیاندا پاتوسی. این بازیکن اهل آفریقای جنوبی با جنجال به استقلال آمد، ولی ارزشش رو داشت. یک بازی ساز به شدت حرفه‌ای. اگه مهاجمای استقلال اون سال دقیق‌تر شوت زده بودن، شاید فقط در یک نیم فصل آقای پاس گل استقلال میشد. در 3 بازی اولش برای استقلال 3 گل زد و 2 گل هم ساخت. در هفته‌های دیگر هم بازی سازی بسیار زیبایی انجام داد و پاس گل‌های زیادی هم داد. و البته در یک بازی حساس و عجیب و با بحث‌های بسیار داوری که اون بازی علی کریمی دقیقه 85 برای استقلال گل زد و گلش رو بدون دلیل مردود اعلام کرده بودن، اون یکی از زیباترین و دیرهنگام‌ترین گل‌های تاریخ لیگ برتر رو به سپاهان زد. او با شفه استقلال ترک کرد، ولی افت بسیار شدیدی پیدا کرد و بعد از این افت به فولاد خوزستان رفت و دوباره اونجا جون گرفت، ولی همچنان با دوران اوجش تو استقلال فاصله داره.
خب دوستان، این از قسمت اول. یه خورده زیاد شد، تقریبا 10 دقیقه شد، ولی خب چون میترسیدم که خسته بشین به خاطر همین 2 قسمت کردم. این قسمت اول بود که امشب دیدین و قسمت بعدی هم فردا شب میاد. نظرتون رو برامون بنویسید، حتما میخونم و حتما جواب میدم، چون نظرتون برام ارزشمنده و اگه ایرادی هم بود به بزرگی خودتون ببخشید. دوستتون دارم، تنتون سلامت، جیباتون پرپول. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. We'll be right back.